درود بر شما. برنامه قبلی که با ریسایپ آیکس 2.2 نوشتیم رو در نظر بگیرین. ما اومدیم زمانی که روی حالت آنلاین برنامه رو داشتیم چکار کردیم؟ اومدیم برای مقادیر مختلف گزینه سیو رو در نظر گرفتیم و یه اسمی براش گذاشتیم و اونو سیوش کردیم و حالت که عوض می شد از اینجا می تونستیم اونو لود بکنیم و اونو داشته باشیم. خب یه موقع هست که شما علاوه بر اینکه اینجا شما میخواین اسامی رو داشته باشین، تو خود برنامه هم میخواین این اسم این فرمول یا اسم این ترکیب رو هم داشته باشین. برای اون باید چی کار بکنین؟ ببینید، ما میایم توی قسمت تگ، من اینو پاک میکنم، میایم چی کار میکنیم؟ یه اد میزنیم و یه اسمی در نظر میگیریم، مثلا ریسایپ. خب اسمشو میذارم ریسایپ استرینگ. میخوایم این اون اسمی باشه که داریم سیو میکنیم و میخوایم توی برنامه اونو نشون بده. نوع به اصطلاح ترکیبشو اینجا میایم و استرینگ در نظر میگیریم، این طرف میذاریم همون دیفالت باشه. براش آدرس هم نیاز نیست که اختصاص بدیم، چون استرینگ به صورت ترکیب عدد و حروف میتونه باشه. خب من سیو رو میزنم، تگ بهش اختصاص داده شد. حالا باید برم توی ریسایپ. ریسایپ ما 4 تا مقدار داریم که اونا رو آره 10 تا آره 40 گذاشتیم. یه دونه دیگه اضافه میکنم، میگم همون ریسایپ آیتم 5 باشه. اینجا تگش رو باید همون ریسایپ استرینگی که گفتیم انتخاب بکنیم. بعد گزینه سیو رو میزنیم. توی قسمت ران تایم دیت میتونیم مثلا به صورت پیش‌فرض چیزی نباشه، نیاز نداره. می‌خوایم این مقادیر رو همه رو ما ایجاد بکنیم. حالا میایم توی برنامه و از اینجا یه دونه آنالوگ رو انتخاب می‌کنیم. آنالوگ نامریک رو انتخاب می‌کنیم یا از همون قبلی هم میتونستیم استفاده بکنیم. فقط با در نظر داشته باشین توی قسمت جنرال میایم ریسایپ استرینگ رو که انتخاب می‌کنیم، نوعشو برای اینکه بیاد نمایش داده بشه از حالت اینتیجر یا دسیمال میذاریم رو حالت استرینگ که بتونه حروف رو هم به ما نشون بده. اینجا دیگه عدد به معنی عدد که معنی دار باشه نیست، یعنی اگر 10 هم که باشه این 10 یک صفر هست، یعنی کاراکتر استرینگ دیگه به معنی 10 عدد نیست. خب من میرم روی حالت آنلاین، مقادیر رو که داریم چیه؟ مقادیر مثلا همه صفره. من میام همه رو میذارم 1. خب ببینید، من همه رو میذارم 1، اسمشو مثلا میذارم، اینجا میذارم مثلا plc1.ir، درسته؟ سیو میزنم، اینو با اسم plc1.ir میام ذخیره میکنم. اوکی؟ حالا میام مثلا همه رو میذارم 13. خب نه، اینتر نذارم، 13. اینم میذارم 13. خب 13. توی این قسمت اینجا میام مثلا اسمشو میذارم plc1.net، درسته؟ خب اینم میام سیو میزنم با اسم plc1.net. تا اینجا درست؟ حالا اگر لودو بزنم و .ir رو بیارم، خب این چرا plc1 قبول نکرد؟ ببین، من دوباره اینو وارد میکنم، ir، اینتر میزنم و گزینه سیو رو میارم روی ir، اینو ذخیره میکنم. خب حالا لود میزنم، دات نت رو میارم، ببینید اینجا هم عوض میشه، شده همه 13. لود میزنم، آی آر رو میارم، ببینید همه عوض میشه. دقت داشته باشین که برای ذخیره کردن، ببین من مقادیر رو دوباره عوض میکنم، مثلا میذارم 42، دوتای پایین رو بالا و پایین میذارم 42، دوتای وسط رو مثلا میذارم 17، درسته؟ خب چرا دفعه اول قبول نکرد؟ به خاطر اینکه شما اینجا باید با این کیپد بیاین عدد رو به صورت اون اسمی که مد نظرتون هست به صورت کامل وارد بکنید، بعد این گزینه اینتر رو اینجا
روی این کیپد مجازی، کیبورد مجازی که ایجاد میشه حتما بزنیم. اینو میزنیم بعد سیو میزنیم. حالا اینجا میتونیم مثلا بذاریم plc1.co، اوکی میزنم. الان این ذخیره شد. میام دوباره مقادیر رو عوض میکنم، مثلا میذارم 900. خب 900، خب ذخیره نشد. یه بار دیگه 900 اینتر، 900 اینتر. اینجا من میتونم از صفحه کلید هم اینتر بزنم. اینجا میام مثلا میذارم PLC بازار دات کام. این اینتری که روی این صفحه کلید مجازی هستش رو میزنم، گزینه سه و اینجا میام plc بازار دات کام، اوکی رو میزنم، اینم ذخیره شد. خب حالا میام چیکار میکنم توی قسمت لود؟ آی آر رو میارم. ببینید هم ما اینجا آی آر داریم، هم روی صفحه الان آی آر داریم. مقادیرم که اینجا اومده برای ما لیست شده. دوباره میام مثلا plc1.co رو میارم، اینجا برای من .co لیست شده و اینجا برای من لیست شده. اینجا هم اعدادشو میتونیم مشاهده بکنیم. دوباره لود میزنم plc1.net. دوباره اینجا چون به صورت استرینگ هستش داره به من نشون میده. این قسمت مربوط به اعداد هم خب داره تغییر میکنه. دوباره لود میزنم plcbazar.com، اعداد تغییر پیدا کرد. اگر من بیام اینجا و نوع نمایش رو از رو حالت استرینگ مثلا بذارم اینتیجر بذارم، خب ذخیره بکنم و برم روی حالت آنلاین، دیگه عملا اون حروف رو به من نشون نمیده. چرا؟ ببینید الان اینجا من لود میزنم plc مثلا plc1.ir رو میارم، اعداد اینجا تغییر میکنه ولی توی این مستطیل plc1.ir رو نمیتونه به من نشون بده. چرا؟ چون نوعش اینتیجر نیست، عدد نیست، به صورت استرینگه. پس من دوباره میام اینجا و اینو استرینگ انتخاب میکنم و دوباره میرم روی حالت آنلاین. خب حالا دوباره لود میزنم مثلا plc1.net رو که وارد بکنم، به این صورت میاد برای من اینجا لیست میکنم. این هم در این مورد که شما میتونید اینجا براش داشته باشید، یعنی همزمان که شما مقادیر رو دارین روی خود صفحه هم بدونید که کدوم فرمول یا ترکیب رو دارین استفاده میکنین. و اگر من بخوام مثلا میتونم توی قسمت دلیت مثلا plcbazar.com رو حذف کنم، اوکی که بزنم، این دقیقا مثل همون حالت قبلی، یعنی هیچ فرقی با اون قسمت نمیکنه. حالا که لود برم دیگه فقط کو آی آر و نت هستن دیگه، عملا plc بازار وجود نداره. شما بس میتونید یه استرینگ یا لیبل، کامنت یا اسم فرمول یا ترکیب یا هر چیزی که دیگه ای که مد نظرتون هست به صورت استرینگ یا رشته میتونید در کنار اون مقادیری که قراره بیاد و به نمایش گذاشته بشه میتونید اونجا نمایش بدین که اون اپراتوری که پای مانیتورینگ نشسته بدونه که الان داره از چه فرمول و یا ترکیبی داره استفاده میشه.